گاه وقتا من اصلا فراموش میکنم اصلا غذا بخورم، اینقدر گرفتارم. خب خودش یه نوروزه‌ایه. نه آقا، خودتون میگین عبادت به جز به خدمت خلقه. یه چیزی میگین به خلق کمک کنی، یعنی عبادت داری میکنی. ولی ما فقط تظاهر میکنیم، داریم روزه میگیریم، داریم روز پنج شب نماز میخونیم. خب اگر ما اینقدر به دینمون واقعا احترام میذاریم، اینقدر عبادت میکنیم، مکه میریم، روز پنج شب نماز میخونیم، خمس میدیم، زکات میدیم، تسبیح همه دعا میخونیم، چرا پس مملکت ما اینقدر گرسنه زیاده، اینقدر فساد وجود داره، اینقدر دروغ و ریا تو جامعه رخنه کرده؟ چرا؟ چون اعتقاد نداریم، فقط ظاهری داریم انجام میدیم. ظاهر. بعضی هم برای که فرصت طلب هم برای که بتونن بیشتر مردم رو سرکیسه کنن، بیشتر اشاف کنن، مهر رو ور میدارن داغ میکنن یا قاشق رو داغ میکنن، اینجاش رو میچسبونن. تازه خودش هم شده علامت که بله آقا ما همش در حال عبادتیم. یا آقای سعید جلیلی که همشهری بنده که گفتم مثل که یک بشقاب رو یا یک کدی چه قابلمه رو برش اینجا چسبونده. و دیدیم روزه که میامد تو تلویزیون بیدی چقدر اینا تظاهر و حق بازن، میامد تو جلو دوربین موهاش اینجوری میداد که اینجا رو نبینن که ما آقا جز اینا نیستیم. همش ریاکاری، همش دروغ، همش بعدم نشستیم دم از خدا و پیغمبر و بهشت و دوزخ میزنیم. یه بار در یکی از برنامه ها فکر کنم گفتم برای شما، حالا بازم تکرار میکنم، یه روزی یک مردی داشت، هوا سرد بود، برف میومد، داشت پیاده رو از تو پیاده رو میرفت، دید که یک دختر بچه‌ای ژولیده، لباس تنش نیست، میلرزه، قیافش معلومه گرسنه است، کنار این پیادرو یک گوشه روش کرد، بعد روش کرد به آسمون، گفت آخه خدایا چرا آخر این بچه چی گناهی کرده؟ این میگه فرزند تو آفریده تو نیست؟ آیا تو واقعا خدایا پروردگارا تو جواب برای این داری؟ با یه عصبانیتی خیلی هم ناراحت بود، ندا اومد که بله من جواب برای این دارم، تو را آفریدم، تو را آفریدم که دست این بچه رو بگیری بلندش کنی، تو را آفریدم که شکم این بچه رو سیر کنی، لباس بپوشونیش، کاری کنی که این بچه هم گرم باشه تو این زمستون، تو را آفریدم. بله این خدمته، این واقعا من اعتقاد دارم، دست زیر دستت بگیر بلندش کن. خداوند ما را سالم آفریده که به هم نوع خودمون ظلم نکنیم، حقش نخوریم، کمکش کنیم که رو پای خودش بیسته. به نظر من این بهترین عبادته. حالا شما برو مکه، پولتو بیرید تو جیب عربا، سال گذشته در حدود 40 میلیارد دلار، آقا کم پول نیست، فقط درآمد عربستان سعودی از شما حاجی‌ها بوده، فقط از ایران 6-7 میلیارد دلار. شما فکر می‌کنید 6-7 میلیارد دلار که رفت اونجا خرج کرد خدا گناهات بخشید؟ زیاد دیگه تو بهشته؟ نه، به همسایت برس. من یادمه وقتی که یکی میخواست بره مکه میگفتن اون شخص باید اول تو محله که میشینه هم 7 همسایه دست راست 7 همسایه دست چپش رو باید بدونه که اینها سر بیشام نمیذارن، زندگیشون در صورت در رفاه هست، در مضیقه نیستن، بچه هاشون گرسنه نیست، بعد بره مکه. ولی حاج آقا این 7 همسایه رو چیکار کرده؟ چاپیده شون؟ پدرشون هم در آورده؟
حالا میره مکه توبه کنه. اون مکه بذاره با همون کمر تاجی که میای ایران پشت اون حاجی بودنت. اکثرا ها نمیگم همشون، توشون هم آدمای خوبی هست، اکثرشون پشت اون حاج آقا خودشون رو قایم میکنن، بیشتر به مردم اشاف میکنن، چون عادتشونه. کلاهبرداری، ریاکاری، دروغ تو خونشون رفته. چطوری میتونه که با یک مکر رفتن در سن 70 سالگی 60 سالگی یه دفعه بگه من دیگه همه چی رو فراموش کردم؟ همه کارامون واقعا تظاهره. در دین داشتنمون، در طرفداری از رژیممون، همش تظاهر میکنیم به فکر خودمونیم، گلیم خودت رو از آب بکشیم. اپوزیسیون هم که قربونش برم، آقای حسن روحانی خیلی برای من جالبه، رئیس جمهور منتخب. شما وقتی منتخب میگی این 55 میلیون که حق رای دارن به شما رای بدن، این میشه منتخب. آقای روحانی که تقلب هم که 100% شده 17 میلیون رای آورده. خب 20 میلیون 25 میلیون رای ندادن، اینه مخالف بودن، حق اینا چی میشه؟ یا خانم مریم رجوی زنداداشمون، رئیس جمهور منتخب ایران. خب بابا، منتخب ایران، سازمان شما، طرفداران شما، هواداران شما، تازه از اونایی هم نپرسیدید چون به رأی نگذاشتید. فقط آقای داداش مسعود گفت ایشون رئیس جمهور منتخب ایران، شما رأی دادین، حالا شده رئیس جمهور منتخب. وقتی من این کلمه منتخب رو میشنم باور کن اصلا خندم میگیره. همه کار ما همش روی کلکه، همش روی دروغ پایه گذاری میشه. آخرش هم چی میشه؟ چون پایه از اول روی ریاکاری و دروغ و چاخان و هزار تقلب بوده، خب مسلماً روزی پایه سقفش میریزه رو سر ملت، رو سر خودشون، و شده هم در طول تاریخ. بیایم اگر واقعاً دلمون به حال مملکتمون میسوزه و اینقدر در طول 34 سال اکثراً داد میزنیم آزادی، دموکراسی، ما ایران میخوام، عاشق ایرانیم، ایران دوست داریم، اولین کاری که باید بکنیم چون سرمنشه تمام فسادهای دروغ رو از خودمون دور کنیم. دروغ نگیم. دروغ که میگی فساد تو جامعه وجود میاد و تجربهش کردیم دیگه، دیدیم دیگه. اینقدر در گذشته دروغ گفتیم که سرنوشت ما یه روز افتاده، حالا هم در سوی 34 سال روی گذشته رو سفید کردن اینا دیگه، از بس که دروغ گفتن و هر روز هم دروغ میگن. یادم نیست که از این دانشمندان میگه یک نفری یک چیز رو برای شما همیشه تکرار کرد 100% دروغه. اگه یک داستانی رو، یه حدیث رو، یک روایت رو هر میشه برای شما تکرار کرد، بدونید که اون قضیه از بیخ دروغه. حالا شما برین پرتغال فروش رو پیدا کنید. اجازه بدید برم به قسمت دوم برنامه. بیشتر از 10 سال قبل که تلویزیون‌های 24 ساعتی فارسی زبان به وسیله ساتلایت به وجود اومد، یک چند نفر از مدیرانی که قبلاً در لس‌آنجلس برنامه‌های محلی داشتن دوست داشتن که برنامه‌هاشون بره رو ساتلایت، و در اون موقع هم هنوز برنامه‌های تلویزیونی 24 ساعتی تو ایران و اروپا پخش نمی‌شد، فقط آمریکا و کانادا بود و مکزیک. و دقیقاً به خاطر دارم که آقای مهندس شجره با چند نفر اولین تلویزیون 24 ساعت را در لس‌آنجلس به نام پارس را انداختن.
بعد از مدتی تلویزیون 24 ساعته دیگه به وسیله آقای ضیا به وجود اومد. اما در زمانی که تلویزیون های 24 ساعته در آمریکا و کانادا و مکزیک پخش میشد، یک بار در اثر اشتباهی که کمپانی ساتلایت کرد، برنامه آقای ضیا که در همون موقع هم آقای میبودی جلو دوربین نشسته و داشت صحبت میکرد، تو ایران پخش شد و به قدری آقای ضیا، آقای میبودی و کسانی که در اون موقع در این تلویزیون آقای ضیا همکاری داشتن، از این موضوع خوشحال شدن که حد نداشت. و ایرانی‌های هم داخل ایران که برای اولین بار هممیهنان خودشون رو که در خارج کشور بودن می‌دیدن، اونها هم واقعاً ذوق‌زده شده بودن. و این باعث شد که مدیران این تلویزیون‌ها به فکر بودن که برنامه‌هاشون یک کار بکنن ایران و اروپا پخش بشه. باز به خاطر دارم که تلویزیون پارس اومد به وسیله آقای پرویز کاردان و آقای شهرام همایون یک برنامه گذاشتن، نشستن جلو دوربین و از بینندگان تلویزیونشون خواهش کردن که به این تلویزیون کمک بکنن که بتونه این تلویزیون به راه خودش ادامه بده و همچنین در ایران و اروپا هم پخش بشه. حالا من نمیدونم، دو روز سه روز این برنامه رو ادامه دادن و روز آخر اعلان کردم و جلوی صفحه تلویزیون هم خیلی درشت نوشتن که 500,000 دلار مردم به این تلویزیون کمک کردن. و در پایانم آقای پرویز کاردان و آقای شهرام همایون بلند شدن، خبردار ایستادن و سرود ایران رو زدن. بعد از 3-4 روز من به آقای شجری زنگ زدم، گفتم آقا شما 500,000 دلار پول جمع کردید، اولی پولا چی شد؟ دوباره تغییری در برنامه ها دیده نشد. گفت نادی جان راستش یک عده گفتن پول میدیم، ندادن، کردیت کارت گفتن میدن، کردیت کارتشون رو نپرداختن، 200,000-300,000 دلار بیشتر جمع نشد. تازه از این پولم 1% آقای شهرام همایون برداشت، 1% آقای پرویز کاردان، چیزی که ایشون من گفت. گفتم پس اینا واسطه بودن، خوب درآمدیه. برنامه به ایران هم پخش شد. خب کم کم مردم اعتمادشون به تلویزیون 24 ساعته کم شد. در اوایل خیلی از بینندگان، چه از اروپا چه از ایران، از کشورهای دیگه به تلویزیون‌ها پول میدادن، علاقه من بودن. ولی یواش یواش در نه، برای اینا شده یک مرمر درآمد و تغییری هم در برنامه‌هاشون نشده. هر چند ماه میگن ما پول بدید. برای اینی که امروز واقعا به سختی تلویزیون 24 ساعته میتونن از هم میهنان پول جمع کنن. اما بعد از مدتی یک روش دیگر رو در پیش گرفتن. روششون این بود که یک عده اومدن به مدیران تلویزیون ها پیشنهاد دادن، در لسانی که آقا شما اگر مثلا هفته 10 ساعت به ما برنامه بدی، ما فلان قرص رو داریم، فلان کرمی داریم، فلان چیز رو داریم تو تلویزیون میفروشیم و از پول این 1% به شما میدیم، یا که شما از همون اول 10 ساعت به ما برنامه بدیم، مثلا در 10 ساعت 1,000 دلار در هفته از ما بگیریم. طرفی خب پول بدی نیست. شروع کردن تو تلویزیون های مختلف در لس آنجلس دیدید به قرص فروختن، قرص برای لاغری، قرص برای اعتیاد، این کرم رو بزنید جوون میشید، این کرم رو بزنید موهاتون دوباره رشد میکنه. خلاصه کم کم پای قالی فروشه و جوار فروشه هم تو تلویزیون ها باز شد. حالا باز اون قالی فروش ها برای خیلی از خریداران دردسرهای زیادی به وجود بودن، چون چند نفرشون واقعا با من تماس گرفتن، مثلا فلان قالی رو تو تلویزیون دیدن، وقتی خریدن و به دستشون رسیده دیدن که آقای قالی مثلا اون نیست که تو تلویزیون دیدن، یا مثلا پاره بیت خورده. خلاصه راضی نبودن و خیلی دردسر برشون ایجاد شده. حالا از این بگذاریم، اما درباره قرص کرم، این در اصل با جون انسان بازی میکنه. در آمریکا وقتی که یک قرصی بخواد بیاد تو بازار یا یک کرمی بخواد تو بازار، این باید از طرف دولت آمریکا آزمایش بشه، متخصصین دکترها روش آزمایش کنن
وقتی مطمئن شدن که این قرص یا این کرم ضرری برای انسان نداره اجازه میدن. از طرف دولت نامه نوشته میشه، از اون قسمتی که قسمت بهداشت مسئول، نامه نوشته میشه، سرتیفیکیت میدن و اون طرف قرص میفروشه. و بارها هم اتفاق افتاده که یک قرصی، یک کرمی آمده تو بازار، یک چند سال مردم ازش استفاده کردن، بعد چون علم در طب پیشرفت کرده متوجه شدن که آقا این قرص یا این کرم یک ضررهای دیگه هم داره، فوراً اعلان کردن تو تلویزیون. من بارها دیدم که آقا اثاره این قرص استفاده نکنین، این کرم رو استفاده نکنین، این ضرر داره، روی این آزمایشه که حالا انجام شده، و فوراً هم جمع کردن. ولی این قضیه، اما این کسایی که تو تلویزیون های 24 ساعته، من نمیتونم بگم همشون ولی اکثرشون، این قرصایی که به عنوان لاغری، به عنوان اعتیاد، ترک اعتیاد یا کرم های مختلف به شما میفروشن، اینا غیر قانونیه. اینا نمیتونن تو آمریکا بفروشن. اگر اینا قانونی بود گذاشتن توی داروخانه های آمریکایی یا داروخانه های خود ایرانی. ولی چون میدونن شماها در خارج آمریکا هستید، حالا گیرم که این کرم روی پوست شما یه ضررم داشته بشه، دستتون به جایی نمیرسه. یا قرصی که به شما میدن ضرر داشته باشه. چون یک نفری در حدود میتونم بگم 7-8 سال قبل که یک نفری توی تلویزیون خودش دکتر معرفی میکرد که دکتر نبود در اصل، یک قرص رو میفروخت. یک آقای از دانمارک به من زنگ زد، یعنی با ناراحتی تقریبا گریه، که آقای نانجان این آقای دکتری که تو تلویزیون نشست و این قرص ها رو میفروخت، خانمم از این قرص خرید. به خانمم گفتم نخر، ما اطمینان نداریم. گفت نه، این خواهرش هنرپیشه، خواهرش معروفه، این غیر ممکنه. و خانم من به وسیله این قرص مرد. و برای من یه پسرم داشتیم و این خانمم گریه میکرد واقعا. گفت من میخوام بیام آمریکا وکیل بگیرم، من مدرک دارم. گفتم عزیزم بیای آمریکا، خرجتم زیاد میشه، ممکنه دستتم به جای نرسه، پولم وکیلم میدی ولی آخرش بری میگردی، با چند سال توی مملکت بمونی. که من رفتم به کسی که پشت صحنه بود و این شخص گذاشته به جلو دومین که به عنوان دکتری قرصار میشه، بهشون گفتم، گفتم آزم همچی قضیه هست، یک نفر به وسیله شما مرده در دانمارک، نکنید کارو. که مدتی ول کردم، ولی بعد دیدم باید اون دکتر توی که از برنامه. من فقط این مسئله با شما میگم که دوستان عزیز، شما که در ایران، اروپا این قرصای کرما رو میخرید، درست یعنی واقعا بهتون اشهاف میشه. اینها خودشون این کرم رو درست میکنن یا این قرص رو از یک جایی که اصلا مورد استفاده نیست بهتون میفروشن، پول فقط ازتون بگیرن. چون من در ترکیه با یک خانمی روبرو شدم، گفت من یک کریمی خریدم، خود ایشون گفت، من نقل قول میکنم، به نام حلزون، گفت آقای نجار اصلا نمیدی پوست من چقدر خراب کرد، صورتم توور زده بود. و دقیقا هم الان هم متوجه شدم که در ایران توی تلویزیوناشون یک همین کریم حلزون رو تبلیغ میکنن که از طرف خود دولت دارن اعتراض میکنن، در صورتی که ایران اصلا بی‌قانونی است. ببینید دیگه چقدر این میگن این قضا شور شده که صدای آشپزم در اومده. بازم من بهتون تایید میکنم، خواهش میکنم اینا رو نخرید، گول نخورید، اینا فقط بخوان پول در بیارن. من واقعا حقیقت به شما میگم، اینجا یه قوانین داره، اینجا داروهایی که شما اینجا میگیرید، مواد غذایی که میرین میخورین روش تاریخ داره، از این تاریخ میتونید مثلا شما دیگه استفاده نکنید. مثلا شما میرین شیر میخرید، نوشته مثلا این شیر شما در این تاریخ دیگه نباید استفاده بشه. و دقیقا هم عجیبه، یک روز از اون از این شیر میگذید میرین شیر بو گرفته. خلاصه این وظیفه منه که با شما درمین بذارم. حالا خب متاسفانه خیلی از این رسانه های لس آنجلس، چی نشریاتشون چی تلویزیونشون، میگه آقا ما در مقابل آگهی که میگیریم مسئول نیستیم. چی آقا مسئول نیستی؟ مسئول هستی. در آمریکا وقتی آگهی میاد تو تلویزیون، اون آگهی دنده، اون
تلویزیون روش تحقیق میکنه ببین این چی وسیله‌ای هست چی آگهی هست به ضرر مردم نباشه. چیشی آقا مسئول نیستید؟ پس به هر کسی به شما پولی بده، ساعتی بخره با $1,000 که به شما میده سر مردم رو کلا بذاره $100,000 در بیاره، تازه ضرر جانی هم بهشون بزنه. اما نه از گردن خودش رد کرد، ما مسئول نیستیم. نه، شما باید مسئول بشین در مقابل آگی. و گاهی اوقات هم یه تصاویر از انسان‌ها در روی کره زمین من می‌بینم، باور کنید تو فکر فرو میرم، میگم آخر خدایا تو واقعا وجود داری؟ در یک گوشه کره زمین مردم بچه‌هاشون خودشون اینقدر می‌خورن که دولت میگه آقا توی این مملکت چاقی زیاد شده و بایستی که مثلا رژیم بگیرن، خطرناک شده. در یک گوشه کره زمینم که هیچ گناهی واقعا نکردن، یعنی میتونم من سوگند به هر چیزی که شما باور دارین بخورم که اصلا گناه اینا نکردند، بعد غذا گیرشون نمیاد بخورن، بچه هاشون از بی غذایی مثل یه اسکلت شدن، بعد آدم شک پیدا میکنه آخه خدایا، میگه تو تبعیض قائل میشه بین بندگانت، چرا باید طوری باشه؟ در ایران ما دیدید دیگه، یک عده میشن سر سفره افطار، مخصوصا این دستن در کار رژیم، بهترین غذا، بهترین نوشابه، همه چی جلوشون داره، همچی میخورن که حد نداره. بعد 1,000 کیلومتر برتر، 500 کیلومتر برتر، بچه ها چیزی ندارن بخوره. حالا ما کار نداریم به آفریقا و کشورهای بیگانه، ولی در داخل خود ایران هم وطنان اون بچه هایمون هستن که در روز واقعا شاید یک لقمه نونم گیرشون بخورن. ای چی دینیه؟ ای چی خداییه؟ آدم شک پیدا میکنه. شما تصویر این بچه رو نگاه بکنید در یک کشور افریقاییه، فرق نمیکنه، اونم انسانه، اونم بنده خداست، چرا باید واقعا اینطوری باشه؟ بعد ما روزه میگیریم که بله در این 7-8 ساعتی که گرسنگی میکشیم معده‌مونم پره از غذا که داریم دیگه خفه میشیم، احساس کنیم که یک گرسنه چجوری زندگی میکنه. گفتم در برنامه که آقا به جای که روزه بگیری بخوای احساس کنی که گرسنگی چیه، برو اون گرسنه رو سیر کن. اگه در ایران ما هر خانواده‌ای که دستش به دهنش میرسه یک نفر رو در همین ماه رمضان، ما نمیگیم در طول سال، در همین ماه رمضان یک نفر رو یا یک خانواده رو سیر کنه، آیا این بهترین عبادت نیست به نظر شما؟ واقعا این بهترین عبادت نیست؟ شما تصویر این بچه رو ببینیم با مادرش، بله مال آفریقاست، چطوری اصلا اسکلته، با هم نگاه میکنیم. جدن وقتی شما همچی تصاویری میبینید یا بچه های خود ایرانی میبینید بچه هیچی نداره بخوره، داره در سن مثلا 7-8 سالگی داره کارگری میکنه، شما رو به فکر فرو نمیبره در باره خدا؟ این خدایی که قرنهاست بشر برای ما به وجود آورده، که آقا این چی خدایی آخر؟ از این بر میگیم رحیم بخشنده است، از این بر میگیم ظالمه، ظلم میکنه، اصلا آدم تو شک و تردید میمونه. ولی در کل که نگاه میکنیم میبینیم که تمام روحانیون اکثرا از هر دینی میخواد باشه، فکر نکنید فقط ملاهای ما، یکی شیشه هم میتونه، ربای هم میتونه، به قول یک روشنفکری این دنیایی که داریم زندگی میکنیم به صورت جهنم بره ما در آوردن که ما رو ببرن به بهشت، همه شونم
اگر نگاه کنین انسان رو از آینده از اون دنیا میترسونن. بله، شما اگر پول تو زره امام رضا نریزی، نظر نکنی، شما اگر پول به ربا ندی، پول به کشیش ندی، جان دیگه تو جهنمه. ولی برو هر کار دلت میخواد بکن، هر فسقش وجود میخوای بکن، هر چی که دلت میخواد انجام بده، فقط بیا به ما یه پول بده، در مسجد، در کلیسا، در کنیسا یا هر دینه دیگه، خداوند تو رو میبخشه. یعنی مسئله همش سر پوله. و میگن شیرین ترین چیز برای یک پدر مادر بچشه. یعنی هیچ چیز در دنیا عزیزتر و شیرین‌تر بچه یک پدر مادر نیست. مخصوصا باز در اینجا باید تایید کنم برای مادر. شما ببینید مثلا مرغی با جوجه‌هاش داره میره، اگر یک پرنده‌ای به این جوجه ها حمله کنه، اولین کسی که نمیذاره به جوجه هاش خسارتی وارد بشه، ضربه وارد بشه، مادره. البته خروس اون بر نشسته داره نگاه میکنه. پس بچه برای مادر خیلی عزیزه. ولی من تعجب میکنم که باید اون پدر مادر واقعا قلبشون سنگ بشه، یعنی هیچ نوع احساسی نداشته باشن که بچه ای که هیچ دفاعی از خودش نمیتونه بکنه. یه بچه 6 ساله به نام فاطمه. در برنامه های گذشته هم یه چند تصویر از بچه های دیگه نشون دادم که چقدر پدر مادرها اینا رو زجر دادن. اینقدر این پدر این بچه 6 ساله فاطمه رو زجره که ببینیم به چه صورتی در اومده. نگاش کنیم. مادر با چقدر ظالم باشن، چقدر در درونشون کینه به وجود اومده که بچه 6 ساله‌ای که نمیتونه واقعا از خودش دفاع کنه به صورت در شد. واقعا اصلا من وقتی نگاه میکنم که با خانمم برای بچه هامون حاضریم جونمونه بدیم، واقعا جونمون، نه فقط ما، خیلی پدر مادرها، 99% پدر مادرها حاضرن جونشون رو برای بچه هاشون بدن، ولی یک سوزن به دست بچهشون نره. یادم میاد مثل که در اوایل انقلابم یک مادری رب بچهش رو لو داد، اعدامش کردن. حتی یکی از این شیخ میخا گفت رفت که به سر من مجاهده، یک چیزی به خاطر دارم، میدونم اتفاق افتاد که رب بچهش رو لو داد، اعدام کردن. ببین اینا چقدر قصور قلبن. بعد این آدما مثل این ملا، حالا میگیم اون مادر پستی نداره، ولی این ملا تو مدت ها تو دستگاه بود. وقتی که کسی به بچه خودش رحم نکنه، میخواد به شما و من رحم کنه، به بچه های ما رحم کنه. اما یه مطلبی رو روی یکی از این سایت ها خوندم درباره آقای داریوش که مثل که در سوئد یه کنسرتی بوده، اینا کنسرت سو کرده، رفته شکایت کرده، 500,000 پول همون سوئدی رو چیز کرده. حالا این که بمانه، اما میدونی که آقای داریوش یه دختر از یک خانم از ایران داره که شاید مثلا تا حالا ندیدش، و این دختر خانم پانتئای فکر کنم توی بی بی سی بخش فارسی لندن کار میکنه. من تصویرش دارم بهتون نشون میدم. بعد در اینجا با یک خانومی ازدواج کرد که من پدر مادری خانم رو میشناختم، با پدرشم مدت ها دوست بودم، میشناختمشون و البته دیگه مدتی خبر ندارم. یه دخترم به نام بیتا از این خانم داره، در صورت هر دو فرزند داشت. تا اینکه در ازدواج نمیدونم سوم چهارم میشه، حالا یه پسری داره به نام میلاد که خدا ببخشه بهش، به آقای داریوش. اما من شخصا فکر میکنم که آقای داریوش یک شوینیزمه. درسته ممکنه در شعراش، در
ظاهرا در کردارش طرفدار زن بشه ولی در باطن طرفدار زن نیست. شما تا حالا دیدید که آقای داروش، حالا ما میگیم اون دختری که در ایران از بزرگ شده، حالا اون داستان داره که مثل که آقای